i you اجعلنا من المتمسكين بولاية مولانا الله اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين واولاده المعصومين امين يا رب العالمين إن في الجنة نهرا من لبان إن في الجنة نهرا من لبان لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن فإيش قازة زهراء سلام الله عليها لعلي ولزهراء وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن حب آل البيت فرض عندنا حب آل البيت فارض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن، حب آل.. آل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا مِنْ لَبَانٍ، إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا مِنْ لَبَانٍ لِعَلِيٍّ وَحُسَيْنٍ وَحَسَنٍ، لِعَلِيٍّ وَحُسَيْنٍ وَحَسَنٍ مريم از نسبة نسبت ايسا عزيز مريم از نسبة نسبت ايسا عزيز السنسبت حضرت زهرا عزيز السنسبت حضرت زهرا عزيز نور چشم رحمة للعالمين نور چشم رحمة للعالمين ان امام اولين واخرين ان امام اولين واخرين آنجان جان در پیکر گیتی دمید آنجان در پیکرگیتی دمید روزگار تازه آین فرید روزگار تازه آین آفرید بانوی آن تاج هل حل اتا بانوی آن تاج دار حل اتا مشکل گشاو شیر خدا مرتزا مشکل گشا شیر خدا پادشاه و کلبه ایوان او پادشاه و کلبه ایوان او یک حسام و یک زره سامان او یک حسام و یک زره سامان او مادر آن مرکز پرگار عشق مادر آن مرکز پرگار عشق مادر آن کاروان سالار عشق مادر آن کاروان سالار عشق آن یکی شم اش به آن یکی شم شبستان به حافظ جمعیت خیر ال حافظ جمعیت خیر ال تا نشیند آتش پیکار و کین پشت پازد بر سر تا جونگین پشت پازد بر سر تا جونگین واندگر مولای ابرار جهان وَانْدِقَرْ مولو أَبْرَارِ جَهَانٍ قُوَّةِ بوزو أَحْرَارِ جَهَانٍ قُوَّةِ بوزو أَحْرَارِ جَهَانٍ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا مِنْ لَبَنٍ إن في الجنة نهرا من لبان لعلي وحسين وحسن لعلي ولزهراء وحسين وحسن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بیننده های عزیز خواهران و برادران عزیز ایام به امامت رسیدن حضرت مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام ایام عید غدیر را به همه شما عزیزان خصوصا صاحب این اعیاد و ناظر این اعیاد حضرت صاحب الامر امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک ارز می کنیم کما سابق در برنامه کاملترین پیام در محضر استاد بزرگواری هستیم که انشالله از فویزات ایشان بهرمند خواهیم شد استاد بزرگوار ما استاد خوشبیان عزیز در جمع ما حضور دارند و فرصت ها مختلف میشمونیم و به ایشان عرض سلام داریم و از وجود ایشان انشاءالا بهرمت خواهیم شد استاد بزرگوار سلام علیکم و رحمت الله و برکاتون علیکم و سلام و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی المهدی و علی آبائه و امهاته و لعن علی اعدائه محضر بینندگان عزیز و بزرگوار هم عرضه سلام و تبریک و تهنیت دارم در خدمت حضرت اطالی هستم خداوند شما رو حفظ بکند شعری که تقدیم عزیزان شد خب شعر عربیش اکثرا عزیزان خیلی دوست دارن در رابطه با اهل البیت هست و شعر فارسیش از شاعر گرانقدر از کشور پاکستان استاد اقبال لاهوری بود ان که مورد پسند عزیزان و حضرت عالی ان قرار گرفته باشد خب برنامه ما استاد بزرگ با در قسمت اول و دوم ما در رابطه با قسمت اول در رابطه با اثبات خداوند و در قسمت دوم فرمان الهی برای مطلب بسیار مهم حضرت عالی آه، آه، کاملا موضوع رو باز کردید اگر صلاح میدونید که در رابطه با موضوع قسمت اول و دوم فشرده انشاءالله بیان میکنید و انشاءالله ادامه بدید که بیننده ها انشاءالله فیز ببرند بزرگوار هستید محضر با سعادتون ارز کنم فراز اول خطبه شریف قدیر رو فقط ما حمدش رو باز کردیم اون هم که دنیایی تفسیر داره و واقعا انسانهای معمولی تفسیر رو نمیتونن انجام بدن امثال حقیر شما بارد. ارزم حضورتون که در جلسه اول گفتم اگر خدای واقعی نه خدایی که دست داره و پا داره و و بحث مسیحیت و چه میدونم چه روح و اب و ابن و یا اهل تسنن ارزام حضورتون حدیث قطن قطن رو گفتم که در سیوتی در دور رول منصورش نقل میکنه و جار الله زمخشری در کشافش نقل میکنه پیرامون رویت خدا فخر رازی در الکبیرش نقل میکنه اگر میخوایم در شناخت و خداوند متعال به بیراه نریم درست خداوند تو تمام ما و نفخت فیه من روحی بله. البته به قول ما طلبه ها الکلام یه جر رو الکلام من یه اشاره کنم پیرامون این و نفخت فیه من روحی و بعد انشالله بت بپردازیم به بقیه خطبه شریف قدیم انشالله. عزیزان آقا سید بزرگوار حاجای محسومی عزیز و خدا در قرآن می فهمد و, و از روح هم انسان در تو دمیدم خب خدای لایتناهی چجوری میشه در من محدود بدمه این کوئسچن و این سوال پیش میاد خب شاید بعضی بگن دیدی ما میگیم اینجا خدایی اینجوری بیشتر مفسرین قائل هستن اگر نگوییم اجماعی بیشتر مفسرین شاید قائل باشم میگن یعنی اضافه اضافه تشریفی است یعنی چی این خیلی نکته مهمیه عزیزان بزرگواران اونایی که تصویر حقیر رو میبینید صدای حقیر رو میشنوید یه مقدار تعقل بکنیم پیرامونه قرآن شریف هایی که نستجر رو به الله آقا امیر صلوات الله و سلام و علیه رو یه خلیفه چارم میذارید همین آیه قرآن بسه برای رد خیلی از مبانی چهار تا فرقه دی شافعی و حنفی و حنبلی و, و مالکی یعنی چی اضافه اضافه تشریفیه نگاه کنید من میام منزل شما شما میگی آجا راحت باش خونه خودته من میگم خب اگه خونه منه سندشو بده به نام من بزنم میگی آجا آقا میخواستم بگم پیش من عزیزی پیش من عزیزی خونه خونه خودته راحت باش اینه که عرض میکنم قرآن بتونی داره و غیر از معصوم صلوات الله و سلامه و علیه نمیتونه این ها رو باز کنه ایشی. خداوند میخواد بگه انسان خیلی پیش من عزیزی من و نفخت تو فیه من روحی اشرف مخلوقاتی خودتو این ورونور ور نزن خیلی لولت بالاست این جواب حتی اونهایی که نستجی رو به الله میگن خدا ناباوری چیزهایی که الان مد شده یا میگن آقا دین محدودیت میاره ما الان خو... هنوز فراز اول خطبه شریف قدیس ولی من حیفم میاد این مباحث گنگ بمونه با همین آیه خیلی از جواب ها رو میشه بدیم اولا میگیم ما خدایی رو قبول داریم خب بحث علمیش که کامل ما اثبات خداوند متعال مشخصه از بحث فیزیک کوانتوم بگیرید شما که ارسکلم جلسات گذشته که بحث ذوب شدن رو میگه در چه چه ای ذوب شده آیا قبل از ذوب شدن چی بود اینو همش بحث و کامل ن... نفعی میشه یعنی رد میشه نظریه خدا ناباوری که جسد به جس خورده ماده به ماده خورده و دنیا به وجود اومده اصلا اقلانی نیست حتی بحث داروین که بحث تکاملی میگه بحث تکاملی ما می... حالا آقا سید بزرگوار آقا جای معصومی بزرگوار نگاه کنید ما میگیم خدایی رو قبول داریم که میفهمد و نفختو فیه من روی انسان در تو دمیدم از روحم یعنی انقدر مقام داری میگه خب دین محدودیت میاره دین قرار نیست محدودیت بیاره کی گفته دین محدودیت میاره دین عین آزادیه به شرطی که درست انجام بشه این الحمد ما میگفتیم من یک مثال دیگه بزنم بپردازیم به اون بحث اقرار و عبودیت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم و بعد آیه شریف تبدیق یا یا آیه رسول بلدق ما حضورتون که بینندگان عزیز دین خدا باوری یه چارچوبیه کشاورزی رو شما در نظر بگیرید یه باغ داره این ور باغش درخت داره این ور باغش هم درخت داره خب اگر از این وسط بعد جویی بکشه که آب برسه دیگه این موتور آب روشن مینام حالا ها آینه کشاورز واردن عرضم حضورتون که خب این جوی اگر نکشه حرف من اینه سوال من اینه اگر جوی نکشه آیا اینجوری نیست حسایید اگر جوی نکشه به یه درخت زیاد آب میرسه فاسد میشه به یه درخ آب شاید نرسه خوش میشه دین میگه انسان بیا کنار قرایز جوی بکش سرکوب نکن رهبانیت در اسلام نیومده اسلام شیعه اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین رو میگم چون روایت رو عرض کردم یا علی انت و شیعت که هم الفائزون آیات قرآن هم داریم زیاد داریم پیرامون شیعه یعنی هست آیات شریفه از مخالف نشی هم هستش حالا اسم، اسلام میگه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین میفرمان که آقا کنار قرایز جو... جوی بکش پس برای محدود کردن نیومده که بخوان بترسیم از دین بلکه آجای محسومی انسان از دو بعد تش... تشکیل شده روحانی و جسمانی اگر بعد روحانی بلغزه صبر میلغزه تسلیم میلغزه توکل میلغزه انسان میشه به قول فرمایش قرآن مجید هوا ام منصورا <applause> هرچه پیش آید خوش آید بعد چی میشه؟ به ناکجا آباد میرسه خب الحمد گفتیم ما فقط از این فراز خطبه شریف قدیری الحمد یه مقداری مزگم. حالا بیایم اقرار به عبودیت اقرار به عبودیت در فراز دوم که بعد عرض کردم آ رسول الله صلی الله علیه و آله سلم فرمودم من اقرار به عبودیت میکنم و وظیفه وظیفه ای دارم وظیفه چیه بابا 120 هزار نفر جمع تو گرمای اون زمان پیغمبری که صلی الله علیه و آله و سلم ما الهوا بابا یه کارشون بر اساس هوا نیست هوای نفس نیست کار ندارم دومی میاد میگه نستجی رو بلا تو بحث حدیث قلم و قرطاس نمیخوام اوقات بینندگان عزیز رو ترخ کنم ایام ایده قدیر هست که بحث نستجی رو بلا به بحث های لا تعالات خب من اینو میخوام بگم پن پیغمبری که دبقه فرمایش قرآن ما ینتقان الهوا هستن این هو الا وحی آیا تو اون گرما آخه عقل چی رو میگه؟ آیا تو اون گرما پیر مرد، پیر زن، بچه، بزرگ هم... همه رو نگه بدارن به گفته مخالف، بعضی از مخالفینش میگه آقا علی دوست منه؟ آخه یعنی چی؟ شما اگر ببینید من و شما الان در اینجا هستیم بریم میبینیم تو تمامه من اینو به زرس قاطع عرض میکنم تمام اشکالاتی که به اسلام میگیرن تمام اشکالاتی که میگیرن از منابع اهل مخالفین شیعه است شیعه نمیتونن اشکال بگیرن اگر هم بگیرن عرض کردم اصلا خیلی سطحیه راحت جواب داده میشه خب مثلا یه نمونهش میگن شما که به پیغمبرتون مسلمانه که به پیغمبرتون میگن لیهجون استجورو بالله هزیون میگه خب چه پیغمبری که هزیون میگه خب اینو چی گفت شیعه که اعتقاد داره پیغمبر انما يريد الله لیو عنكم عنکم رئیس اهل البیت و یو طاهرکم پیغم... شیعه اعتقاد داره طبق آیه شریف قرآن ما یه انتقان الهوا پی... شیعه اعتقاد داره سبحان الذي از به عبده شیعه به این اعتقاده که امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه که کن و ما کن فدای نام امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه می انا عب... عبد من عبید محمد صلی الله علیه و علیه سلم چه اعتقادش برای پیغمبر خیلی بالاست خب این پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای چی مردم رو نگه داشتن که بگن دوستم من خب این اصلا مزهک میاد این اصلا مزهک میاد حالا من کاری ندارم بعضی ها از دین شیعه و مبانی شیعه میان سو استفاده میکنن به نفع منافعی الله اعلم ولی شیعه واقعی و خلص این چیز نیست حالا یعنی اغلایی فکر میکنه و طبق سند جلو میره حالا تو این فراز دوم آیه شریفه رو شما با صدای قشنگتون بخونید قرائت بفهمید که من توضیحاتی عرض کنم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف احسنتم طيب الله انفسكم هاي شو بقولوا بيان بكونت الان ان شاء الله إن پیام چی بوده البته خب بیان کردید و اگر حضرت رسول چرا حضرت حق إن بخش از آیه رو آورده و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فان بخش هم ان شاء الله اگر برای بیننده ها مشخص بکنید ان شاء الله آیات فرمایش خداوند متعال وحی الهی چی بود که اثبات میشه الان این خیلی از جواب ها با همین توضیحی که حقیر دارم میدم پیرامونی آیه شریف جواب دادیم خیلی از مباحثی که شبهه ایجاد شد بشه تو بعضی از این موارد وحی پیغمبر خیلی اذیت شدن برای رسالتشون جلسه گذشته عرض کردن خیلی از شعب عبی طالب بگیرید شما از زمانی که از مکه داشتن جدا می شدن حضرت خیلی خیلی عذیت های از عجیبی شدن هم روحی هم جسمی ولی خیلی جالبه برای نماز حتی برای نماز برای اینا... برای نماز برای روزه با اینکه واجبه نیومده پیغمبر من اگر نگویی رسالتتو انجام ندادی اوه. یعنی رسول من عزیز من حبیب من و لسان حقیق خداوند متعال میفهمد کل رسالتت یک طرف این پیغامی که میخوای بدی یک طرف کل رسالتی خیلی حرفه یعنی اینی که کسی که قرآن میخونه بدون نام اعتقاد به ولایت مولانا سیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ما یعنی قرآن رو قبول نداره یعنی این آیه رو قبول نداره حسد. نگاه کنید آجای محسومی ما طلبا میگیم حب باشه ارزم موضوع حب خب شی مسترزم حب خب آثار شیعه من نمیتونم بگم شما رو دوست دارم ولی چشم تو دوست ندارم اصلا خنده داره من نمیتونم بگم شما رو دوست دارم گوش تو دوست ندارم قلب تو دوست ندارم من نمیتونم قرآن بخونم بگم ولی این آیه نه این آیه اینجوری خب این اصلا معقولانه نیست اینکه ما در مبانیمون داریم یک ساعت تفکر حتی من ایران که بودم که از اساتید میشم من روایت ندیدم اینو ولی که از اساتید میفهمدن او لحظته. لحظه لحظه تفکر بالاتر از هفتاد سال عبادته این خیلی حرفه خب یا رسول الله این چیه که از نماز بالاتره از روزه بالاتره از خمس و زکات و حتی از جهاد بالاتره چیه این؟ یعنی شاه کلید اسلامه ولایت اهل بیت ولایت آقا امیر المؤمن ان الله و و سلام علیه حالا ان شاء جلسه آینده میپردازیم یا همین آ... همین جلسه شریف یا جلسه آینده میپردازیم به این که یعنی چهارده معصوم صلوات الله علیهم اجمعین سوال باز پیش میاد چه؟ ما این دلایل رو اووردیم که آقا عقلانی باید یه چیز خیلی مهم باشه برای نماز کسی کسی رو خدا به پیغمبرش میفهمه نه ترس پیغمبر که ترسش ترس جسمانی نیست پیغمبر عاشق شهادت بودن و به شهادت هم رسیدن اینو محضر عزیزان بگم ظلم نکنیم به ساحت مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که بگیم رهلت البته رهلت به معنای جان از بدن در آمدنه داره، داره. ولی یه موقع آدم با تصادف جان در میاد یه موقع با شهادت در میاد یه نفر یه نفر رو به شهادت مثلا میکشه و به شهادت به ظلم میکشه حالا با شرایطی که در فقه اومده عرضم حضورتون که عرض من اینجاست پیغمبر برای جونشون که نمیترسن برای چیشون برای چه موضوعی خداوند میفهمن نه ترس پیغمبر من و بیان کن بلید. برای آینده زحماتی که کشم این اسلام این اسلامی که خیلی به بیراهه رفتن عرض کردم جلسه گذشته ارتد ناس بعد نبی الا فلاف سه نفر بیشتر نموندن حالا بعدش باز میاد تتمه آیه شریفه والله من الناس خدا تو رو نگه میداره از از کی نگه میداره خب مگر اونا همه کسی که بابا حج میره همه مسلمون مسلمون میره حج دیگه مسلمان حج میره یهودی که حج نمیره مسیحی که حج نمیره زرتشت و بودا که حج نمیرن یعنی مسلمون ها خدا تو رو از بعضی مسلمون ها نگه میداره یعنی موضوع انقدر مهمه و اینقدر حسادت برانگیزه برای بعضی ها و اینقدر دشمن تراشی های ناحق می کنند خدا تو رو از اونا نگه می داره محافظت میکنه احسنت اگر موافق باشید ان موضوع بعدی رو که ان شاء الله ان الله لا القوم و این موضوع رو هم ان بعد از یک وقفه کوتاهی انجام بدیم ان شاء اگر... موافق باشید خب بیننده های عزیز یک میان برنامه کوتاهی داریم و بعد از آن انشاءالله ادامه برنامه رو ادامه برنامه کامل ترین پیام رو انشاءالله با حضور استاد خوشبیان عزیز ادامه خواهیم داد ممنون از شما اعلان رسمی ولایت و امامت دوازدهم علیه السلام هان مردمان بدانید این آیه درباره اوست جرفا آن را فهم کنید و بدانید که خداوند او را برای تن صاحب اختیار و امام قرار داده پیروی او را بر مهاجران و انصار و آنان که به نیکی از ایشان پیروی می کنند و بر سهران شینان و شهروندان و بر عجم و عرب و آزاده و برده و بر کوچک و بزرگ و سفید و سیاه و بر هر یک تا پرست لازم شمرده است هشدار که اجرای فرمان و گفتار او لازم و امرش نافذ است ناسازگارش رانده پیرو و باور کنندش در مهر و شفقت است هر آینه خداوند او و شنوایان سخن او و پیروان راهش را آمرزیده است آن مردمان آخرین بار است که در این اجتماع به پای استادم پس بشنوید و فرمان حق را گردن گذارید چرا که خداوند از و جل صاحب اختیار و ولی و معبود شماست و پس از خداوند ولی شما فرستاده و پیامبر اوست که اکنون در برابر شماست و با شما سخن میگوید و پس از من به فرمان پروردگار علی ولی و صاحب اختیار و امام شماست آنگاه امامت در فرزندان من از نسل علی خواهد بود این قانون تا بر پای رستاخیز که خدا و رسول او را دیدار کنید دوام دارد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بیننده عزیز خوش اومدید دوباره به برنامه کامل ترین پیام در محضر استاد خوش بیان عزیز هستیم و ان برنامه رو در قسمت سوم ادامه میدیم با بیان توضیح در رابطه با آیه 67 سوره مائده یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين حضرت استاد بفرمایید بزرگوار هستید من پیرامون کفر یه توضیحی بدم و یه روایتی از مجمع البیان مرحوم تبرسی رحمت الله عليه نور الله مرقد قدس الله نفس و زکیه بخونم قرائت کنم تا بحث فکر کنم یه کامل جا بیفته ان شاء الله. اول آیه شریفه ای بخونم آیه شریفه میفهمن لا این شکرتم لا ازیدنکم ولا این کفرتم ان عذاب لا این کفر چیه ماده کاف فا را یعنی به معنای پوشاندن کشاورز من خدا رو میگن کافر نه کافر نستجیر بالله به خداوند ما تو اون چیز که علم شده یعنی دونه رو تو خاک میپوشونه قرآن میفهمن خدا تو رو نگه میداره از این کسانی که از ولایت امیر المؤمنین میخوان سرفیچی کنن قرآن اینو میفرمر. تو آیه قرآن یا آیه شریفه دیگه هست که میفرمد خداوند متعال لعین شکرتم لعزیدن نکم اگر شکر نعمت کنی نعمت تو میفضاید خب بالاترین نعمت چیه؟ بعد از این باز آیه شریفه قسمت دومش میفرمان که والا این کفر تو من لشدید اگه کفران نعمت ببرزی من عذابم شدیده ها که خدا انشالله همه ما را هدایت کنه و شاکر قرار بده آمین هم صبر به ما بده هم هوایجمون انشالله بده و هم شاکر این نعمت شکر گویی شکر چون با همد فرق میکنه حمد و ستایش ولی شکر یک بحث دیگه است شکر خیلی مقام بالایه بعد خب بالاترین نعمت چیه؟ آجای محسومی م... یه نفری میاد به من هزار تومن هزار پوند هدیه میده خب میگم دستی یه جور بعد ازش تشکر کنم ده ده. یه نفری صد هزار پون یه نفر یه بلیون پون خب شکرای من بعد متفاوت باشه نعمات خدا همه چیز نعمت خداست همه چیز نعمت خداست چیزای حلالی که چیز هستش یعنی ما مجاز به استفاده هستیم ما شکرشو به جا بیاریم حتی شکر توبه رو ما باید به جا بیاریم ولی خب ن... بالاترین نعمت خدا چیه؟ تا حالا ما یک کلام نشستیم فکر کنیم؟ این امام صادق صلوات الله و سلامه و علی رئیس مذهب شیعه کسی که از غرب و شرق بگید با کمترین از مبانی فرمایشات ایشون آشنایی داشته باشه میگه آقا اصلا ایشون معمولی نیست به این منبع الهی متصله بله. خب امام صادق صلوات الله و سلامه و علی زیل این آیه شریفه که ثم لتسالون یوم ازن عن النعیم مرحوم تبرسی رحمت الله علی حالا چون وقت محدوده و گناه جریان تفسیرشون هم میگم تفسیر مجموعه رو تو پرانتز اینو بگم حالا ارزان حضورتون که عزیزان بدونن چه خبره تفسیر مجموعه رو برای تفسیر بسیار قوی هست علت نوشتن این تفسیر هم این بوده مرحوم علامه تبرسی رحمت الله علیه اونه که مشهد مشرف شدن میگن خیابان تبرسی نام ایشونه بعد ارزم حضورتون که ایشون ظاهرا سکته میکنه نمیمیره از دنیا می ولی خب دستگاه های اون زمان مثلا پزشکی اون زمان قوی که نبوده مثل الان فکر کنم من خدا مرده است اینا داغ میبرنش کفن میکنن دفنش میکنن تو قبر سنگ لحدو که میذارن به هوش میاد میگه خدا ارزم حضورتون اگر من از اینجا نجات پیدا کنم نظر میکنم یه تفسیر بمیرسن که از علمای بزرگ بودن خب دزدی های اون زمان دزدی های میلیاردی و اختلاسی نبوده کفن دوزی بوده درصد دوزی و حالا یه خورده بیشتر شد کفن دوز میاد میونه میگه جدید دف شده دوز میاد سنگ لد داره که این کفن رو برداره به دوزده علامه تبرسی بلند میشن بند خدا کفن دوزم ولی به واسطه ایشون توبه میکنن توبه میکنن و علامه تبرسی مجمع بیان رو میمیسن مجمع بیان شریف زیل این آیه شریفه ثم لتسالون نه یومه عن خود سوال میکنه امام صادق صلوات الله و سلام علی از ابو حنیفه سوال کردن که لعنت الله علیه سوال کردن که ابو حنیفه بالاترین نعمت خدا چیه خطبه قدیر رو ما داریم تفسیر میکنیم از روایات و آیات و عقل و علم روز حضرت فرمودن که ابو حنیفه بالاترین نعمت خدا چیه؟ عرضت شیبنه رسول الله معاکل و مشارب خب دینی که از امامت جد امامت اهل بیت صلوات الله این دور بشه همین میشه هر چه در رسول الله خوردنی ها و نوشیدنی ها حضرت فرمودن خب ابو حنیفه اگه بخواد خدا بابت دونه به دونه برنجی که مثلا حالا به لسان حقیر خوردیم سوال بکنه قطره به قطره نوش آبی که خوردیم حالا به لفظ حقیر نوشابه ای که خوردیم سوال کنه که بیش از 500 هزار سال قیامتی باید صبر کنن انسان ها این همه آمدن و رفتن و خواهند خواهند آمد و خواهند رفت که پس یبنه رسول الله چیه بالاترین نعمت خدا چون میدونی ابو حنیفه شاگرد امام صادق صلوات الله و سلام و بود بعد نفاقش رو کرد خودش میگه میگه اگر با یعنی امام باقر امام صادق صلوات الله علیه ما هم ابو حنیفه ظاهر میگم کسی دیگه از چیزش میگن یعنی اگر با این نبود ما از حج و سلات و سوم چیزی نداشتیم بعد اینقدر کم لطف در اومدن یه دین جدیدی تشکیل دادن اینا حالا کار ندارم امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود خب با خود با خدا بخواد دونه بدون اینا سوال بکنه خیلی وقت صرف کنیم ارزش یابن رسول الله پس بالاترین نعمت چیه لسان حقیر میگم روایت منطوقش الان حقیر در ذهن ندارم مفهومش میگم حضرت قسم یاد کردن فرمودن النعیم نعیم ان بالاترین نعمت بالاترین نعمت بالاترین نعمت ولایت مولانا و سیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و آله محمد و آله محمد, محمد, محمد. و عجل فرجهم و رنادهم یعنی بابتی این خدا سوال میکنه اینکه حضرت عالی قرائت فرمودید اینم این جلسه بود یا جلسات گذشته قسیم و ناروال جنن یعنی اول ولایته حالا بعد ان شاء الله پیرامون یعصوب الدین طلب بینندگان عزیز و حضرت عالی یعصوب الدین در خطبه قدیر صحبت میکنیم یعصوب یعنی چی در خدمت حضرت عالی هستم استاد بزرگوار پس یک جنبندی انشالله بشه موضوع امروز که حضرت عالی در رابطه با تقریبا تفسیر و توضیح این آیه انشالله موضوع رو باز کردید و صحبت کردید یک جنبندی کلی هم در رابطه با این جلسه امروز انجام بدید انشالله بعد برنامه رو انشالله برای این هفته به پایین برسانیم تا انشالله تا برنامه بعد انشالله خیلی انشالله باشید ارزم حضورم و رو با سعادتون که ما اومدیم بحث اقرار به عبودیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو در خطبه شریف قدیر قسمت دوم باز کردیم بعد از این اومدیم در راستای همین آیه در راستای همین گفت عرض کردم که آن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وظایفی فرمودند داره وظیفه منه وظیفه چیه آیا نماز روزه است نماز روزه واجبه ما اینجا رو به الله نیومدیم برای ضعیف کردن نماز روزه بلکه اومدیم نماز روزه واقعی رو ما توضیح بدیم از نه حقیر از فکر خودم بلکه از آیاد و آیات و روایات شریف از حضورتون که این بحث چیه که خداوند میگه نه ترت رسول من من تو رو نگه میدارم این بحث چیه که حتی از میفهمد از کفار تو رو نگه میدارم که عرض کردم حج مسلمونا میرن چرا از کفار نگه میداره خداوند متعال علت چیه یعنی ولایت آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه رو منکر بشی حق کف ماده کاف و فاورا رو من عرض کردم یعنی پوشاندن یعنی پوشوندی حقو من تو رو از اینا نگه میدارم این بحثو عرض کردم و انشالله حالا دیگه بیشتر فکر میکنم باید باز بپردازیم به فرایز فرازهای دیگر خطبه شریف قدیر تا انشالله به مهدویت برسیم و به بحث وجود نازنین و فب... بر برکت آقامون امام زمان مهدی فاطمه حضرت شما استاد خوش آنید. بیان عزیز بینده های عزیز ممنون از همراهی و همکاری شما با این برنامه بسیار زیبا برنامه کامل ترین پیام البته از جانب شما انشالله که بهترین باشد یک جان سپاس از استاد خوش سخن استاد خوش بیان عزیز و انشالله در برنامه بعدی قسمت چهارم انشالله در خدمت شما خواهیم بود اللهم جعلنا اللهم جعلنا اللهم اجعلنا من المتمسكين بولايه مولانا امير المؤمنين واولاده المعصومين امين يا رب العالمين تا دیدار بعد خدا حافظ و شما